حمد و ثنا به پروردگار و درود به پایان به پیامبر آخر زمان محمد ابن عبدالله علیه الصلاه و السلام. اما بعد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس 19 و تمام امور شرعی و ارشاداتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده اند، همه اشان حق و راستند. یعنی تمام فرموده های شریعت و روایت های توضیح کننده امور دین، خواه آنها با تواتر با طریق آحاد نقل شده باشند، همه آنها حق و راست می باشند. این مذهب اهل سنت به شمار می رود و هر شخصی که به پیامبر الله صلی الله علیه و سلم دروغ بندد، یعنی از نام آن کس حدیث دروغ گوید، به شک که شبهه الله بزرگ را رسوا و خور می گرداند. 64 و ایمان یک است و مؤمنان در اصل آن برابرند و برتری در میانشان به پرهیزگاری و ترس خدا و مخالفت نمودن هوا و هوس و با پیروی فرمانهای حق تعالی می باشد. یعنی این سخن بنابراین اصل است که امام طحاوی اولا در تعریف و بیان ایمان ذکر نموده بود، ولی حقیقت این است که مردم در اصل ایمان هم از یک دیگر فرق دارند، و اگر این طور نباشد ممکن است که بگوییم همان ایمان ایمان مانند ایمان پیامبر صلی الله علیه و سلم و مثل ایمان فرشتگان است و این فکری باطلی آشکار می باشد. در حقیقت اعمال در اسم ایمان داخل است که مردم به وسیله آن از همدیگر فرق میکنند، حتی در تصدیق مردم از یکدیگر فرق دارند. بنابراین تصدیق باوری ما مانند تصدیق جبریل علیه السلام نیست، و همچنین مردم به تقوا و سرکشی از هوای هوس فاسد و به انجام دهی اعمال پسندیده از همدیگر در نزد الله تعالی فرق دارند، چطوری که الله در قرآن فرموده است، همان گرامی ترین شما در نزد الله پرهیزگارترین شماست. سوره حجرات آیه 13. 65 و تمام مؤمنان دوستان پروردگار و گرامی ترین آنها در نزد الله تعالی معتی ترین آنها نسبت قرآن کریم می باشد. یعنی مؤمنان دوستان الله به شمار می روند، چطوری که الله تعالی فرموده است، آگاه باشد که دوستان الله هرگز هیچ ترس و هیچ اندوه در دل آنها نیست، آنها اهل ایمان و خدا ترسند. سوره یونس آیت 62 و 63. از همین جهت به اندازه فرقیت آنها در ایمان و تقوا، مرتبه دوستی و مقربیت آنها به الله نیز فرق میکند، و گرامی تر و عزیزتر آنها در نزد الله تعالی همان است که الله و رسولش را بیشتر اطاعت نموده، همیشه کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را پیروی نمایند. خلاصه تمام سخنهایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیان شریعت و امور دین روایت شده حق می باشند، و اهل ایمان در اصل و مرتبه آنها از همدیگر فرقیت دارند. مؤمنان دوستان الله هستند و آنها در ولایت دوستی او به اندازه تقوا و خدا ترسیشان از همدیگر فرق دارند.